یالا 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 سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. خوب هستین انشالله؟ ما که شرمنده شمایی معصومه خانم. ایما همش درگیر مریضی مریم بودم. بهتر شد؟ الحمدلله بهتره. زینت خانم چطورم؟ سلام رسوند. احوال فرس شماست. همین فردا پس فردا میاد خدمتتون. بایدزتون چایی دم کردم آقای ابراهیم. باشیم میارم خدمت. دست شما درد نکنه. بفرم. معصومه خانم این پول این ماه، ببخشید کمه. دستتون درد نکنه، زحمت کشیدی. جبران میکنم، اول تابستون کار زیاد تره. اشکال نداره آقا ابراهیم، دستتون درد نکنه. قابل نداره. خدا رحمتش کنه. همیشه چایش رو با این نقلا میخورد. بایزت بزن خدافز. خداحافظ. غلام باید رضایت بود. من که نمیتونم راحت با غلام حرف بزنم. سرنوشت آدم دست خداست. دست بنده خدا که نیست. چه خودت بخوای هم بود. چه میدونم؟ باشه بگیزه. خیلی ممنون. سلامت باشه. رزو تو که اومدی؟ همین الان. خب مادر. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. زینت خانم چیکار داشت؟ ابراهیم که پول ما رو داده بود. کار نداشت. اومده بود سر به سر. Thank you.
سلام علیکم. سلام ابراهیم، چطوری؟ دختره چطوره؟ حالش خوب شد؟ خوبه، خدا رو شکر. خدا رو شکر، خدا رو شکر. تو هم همش مریض داری میکنی ها. اون ماه مادرت زینت خانم، این ماه هم دخترت مریم خانم. ابراهیم بایستا کارت دارم. مسلمه خانم به گاردش آورده. مامانم خونه نیستش. رضا. یعنی هستش. دستش بنده. رضا. کیه؟ یالا. یالا. بفرمایید. یالا. سلام علیکم. سلام علیکم آقای ابراهیم. ببخشید دیروز نتونستم بیام. خدا قوت، خسته نباشید. بمونید یه نفس تازه کنید. کجا میخوای بذارمش؟ اینجا خوبه. این کارا که کار تو نیست. رضا کجاست؟ رضا؟ نمیدونم، همین جاها بود، تو حیات بود، نمیدونم. شما خوبین؟ بچه ها خوبن؟ نور خانم خوبه؟ چرا بچه ها رو نیوردی؟ در خونه چرا بازه؟ این پولی ما آورد؟ بله آورد. چقدر؟ 80 تومن. 80 تومن؟ 80 تومن که بله چند روزه؟ این ابراهیم هم کارش حساب کتاب نداره. اتفاقا خیلی هم سلام رسوند. بنده خدا بچهش مریض بوده، یه دو هفته کار نکرد. یه روز بچهش مریضه، یه روز زنش ببین. لا لا الا الله. ولش کن، خودم فکرشو کردم. چیزایی که بهت گفتم فکرشونو کردی؟ فکر کنم رضا اومد. سلام. کجا بودی؟ علیک السلام. بشین ببینم. حالا دیگه در خونه رو باز بذاری میری ها؟ با ابراهیمی راجبانت حرف زدم. خودش چیزی نگفت؟ نه، فقط پیروز که اومد پولا رو داد و رفت. دیروز اومد. دیروز یا پیروز؟ دیروز گونی آردو برد. نه چیزی نگفت. بهش گفتم ما شراکت وانتو نمیخوایم. یا سهم ما رو بخر وانت مال تو، یا وانت رو بفروش پول ما رو بده. گفتم این آخرین باری که بهت میگم، دیگه بهونه بسته. حالا قراره فردا پس فردا بره تهرون وانت رو بفروشه. ولی کمک خرجمونه حاجی. مگه تو این مدت که مهونت رحمت خدا رفته کم و کسری داشتی؟ مگه لنگی داشتی؟
وصیت اون مرحوم هنوز تو گوشمه. اونقدر که من به فکر خانواده برادرم هم به فکر خانواده خودم نیستم. تو هم نگران نباش، تا من اینجام نمیذارم چیزی کم و کسری داشته باشی. پول وانتم میدم، یه زمین به نامت میکنم. رضام قراره با ابرام بره تهران. من نمیرم. چی از تو پرسید که بگی میرم یا نمیرم؟ تو پسر محمودی، باید جای اونو اینجا پر کنی. مثلا برای خودت مردی شدی. ما که نفهمیدیم در اومده این وارد چنده. هر ماه یه چیزی میدی. یه دفعه 100 تومن میدی، یه دفعه 200 تومن میدی، حالم شده 80 تومن. هر وقت هم بهش گفتم بفروش، یه بهونه ای آورده. با ابراهیم میری تهران، وانتا نفروختی بر نمیگردی توی خونه. اونجا هم حواست باشه با کی معامله میکنه، چند میفروشه. دیگه نباید بهونه بیاره که خرابه مرابه ها. اگرم بهونه آورد بهش بگو بفروش. افتاده رو دنده لنج. نمیبینه فصل کاره، هی میگه وانتو بفروش، وانتو بفروش. خب بهونه به دستش نده. روزی تو که فقط از این وانت نیست. برو که دیگه بهونه برای معصومه نیاره. اگه این غلام فردای بهونه دیگه میاره. سلام آقا ابراهیم، حالتون خوبه؟ مواظب این رضا باشینا، این پسر ما سر به هواست، جایی نره. شما خیالت راحت. تو رو خدا ببخشینا، حاج غلامه دیگه. من که راضی نیستم، ولی خدا بزرگه. بیا مادر، اینو بگی لازمت میشه. اوضاعش خرابه، دنده سوچارش خوب جا نمیره. حالا رانندگی کردی؟ رانندگی نکردی؟ میگم با این اوضاعش چطوری بفروشی؟ امو غلام گفت هر طوریه بپوش، خرابم بود بپوش. تدریجی
مردی شده. آخرین باری که دیدمت یادت میاد چقدر بچه بودی؟ بیا بیا چای بخور. نه یادت نمیاد. آخه تابستون که وقت فروختن وانت نیست، میذاشتید پاییز میفروختید. حاجقالم پولشو لازم دار. وانتو بفروشی کارت چی میشه؟ بیام پیش خودت چگردی میکنم. خب به حاجقالم میگفتی بذاره واسه بعد، نمیشو؟ بابات مرد بود، یادش بخیر، نمونه نداشت، پهلوون بود. هنوزم صدای خندش تو این گوش منه، اینجوری میخندی. پدرتو بیام بسن علف زیر پام سبز بودن بس که باعث دارم. چرا عقب نشستی؟ گفتم جای پسر تنگ نشه، دستون درد نکنه. تنگ نمیشه، یکم مهربون تر میشه. تو این جهنم سردت نشه اینو پوشیدی. خدایی نکرده دژبان بگیره ها، همین یه روز مرخصی هم رو هوا. کجا میری؟ خوام برم گلگیر. گلگیر کجاست؟ از اینجا یه ساعت راه. دامستب یه ماشین هم رد نشد. سربازی همین چیزاست دیگه. یه جماعتی اونجا منتظر من. چه خبره؟ نامزدیمه. نامزدی؟ نامزدی که نه، خواستگاریه. مبارکه. فامیله؟ فامیل که نه، ولی مال یه آبادی، یه جوری آشناست. از حالت خیلی خوبه. حاضر بودی دو ساعت دیگه هم وایسی؟ نه 5 کیلومتر پیاده اومدم. اگه ماشین وای نمیستاد چه میکردی؟ تا خونه عروس کلافر. حالا کی بیایم عروسی شیرینی بخوریم؟ اصلش خواستگاریه، انشالله مرخصی بعد عروسیه. تو که هنوز آشخوری، شغلم که نداری، عجلت برای چیه؟ کار دل دیگه. آه کار دله. همه میدونن که عاشقی کار دله، گناه من نیست، تقصیر دله. آه همینه. شما خود عرضی کردی میدونی آدم چه حالی ده. آره نوار نوار نداری بذاری؟
خسته نباشی جوان، یه وقت خیس نشی. ماشین باید مثل عروس باشه، این که توش خرابه، حالا بیرونش یه سر و سامونی پیدا. رضا خوشم اومد شو تمیز کن. چرا معطلی؟ دست به کار شو. چته؟ چرا مثل بارج زهرمان شدی؟ چرا با اون سربازه نگفتی که من پسر نیستم؟ مگه باید برای هر کی قصه تعریف کنم؟ فکر کرد که کرد، خواستی بگم این پسر محمود چری که خدا بیامرزمه؟ آره، اون وقت بگفت محمود کیه؟ خواستی بهش بگم که عموش غلام گفته این ماشین شریکیمونو باید بفروشیم؟ چی تو کلته پسر؟ پاشو کمک کن ببینم حرف مفت میزنه. اینجوریه؟ خودت ماشینو ببر تهرون. هر موقع گفتم استارت بزن. 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 گفتم استارت بزن، چرا منو نگاه میکنی؟ بلد نیست. بیا بشین این ور. گفتم بشین این ور. ببین، اون ستاره میبینی پایین؟ اون اولی گازه، دومی ترمزه، سومی کلاچه. اوه. حالا بزن. بزن. گاز بده. گاز بده. گاز بده. گاز بده. ای کلا. سخت بود؟ نه. کم کم رو. کیلو بندی نداری؟ بوش طبقات هم تقریبا روز آخرشه. لفت هم میخونه، گیر بوکست هم از کار افتاده، به درد نمیخوره. یعنی باید بیاد پایین، واسط هم مغروم به صرفه نیبخوایی سرویسش کنی، باید عوضش کنی. حالی خود دانی. شانس ما حالا که میخواییم بفروشیمش افتاده به خرج. دنده چهارش مشکل داشت، الان دنده سهش هم جا نمید. 50 کیلومتر آخرم با دنده دو اومد. اینو اینجوری که ازت نمیخرم. حالا تو چند میخوای بفروشیش؟ 4. چایی میخوری برات بریزم؟ تمیزا؟ تو چی بچه؟ نه
اینو با این وضعش دو تومن هم ور نمیدارن. سه دیگه سه و دویست وسط مشتری دارم. ببین منو اونم چکی تازه. خیلی خوبا کسی از تو پرسی؟ با تو ماشین بشین ببینم. با تو چرا بهش نفروختی؟ میخوام بزنن تو سر مال. باید بفروشیم میفروشیم اما به قیمت نماف. تا اصلا چک چی میدونی؟ عمو غلام گفت. آزادی. این بزرگترین میدون دنیاست. دنیا؟ دنیا ایران. چیکار به این کارا داری؟ این میدونه رو که میبینی نوکش گسته. چی میفرو؟ فال. فال دیگه چیه؟ فال فال یه شعره که وقتی میخونیش بهت میگه روزگارت چطور میشه. بعضت خوب میشه بد میشه، پولدار میشی یا نه بدبخت میشی. راسته؟ بعضی وقتا راست نیه ولی بعضی وقتا راست. الان میریم مسافرخونه یه اتاق میگیریم، فردا میریم پارکینگ ماشین رو میفروشیم. اونجا روزی 1000 تا ماشین خرید و فروش میشه. دیگه کسی نمیتونه بزنه سر ما. اتاق می‌خواستیم. کولر داشته باشه؟ بله. کولر دارمون پره. اگر برای یه شب می‌خوان، دوی بعد از ظهر باید تخلیه کنیم. باش. شناسنامه‌ها. شناسنامه‌ت آوردی؟ نه. صد دفعه به مادرش گفتم شناسنامه این بچه یاد در بازم یادش رفت. پسرته؟ پسرمه.
ماشین عربه خارجه، دو تومن به کار من میخوره، کلی هم خرج داره. حالا هر جوری میل خودت رو ببر. دوست داری یا علی؟ دوست هم نداری یا علی؟ یا علی دست درد بشن. ولی همون غلام گفت هر چقدر شد بفروشیمش. غلام هم ماشین چی سرش میشه؟ اصلا چی میدونه؟ دو تومن ماشین، چهار تومنی رو بفروشم دو تومن. فردا میرم پول قرض میگیرم، گیرباکسش رو تعمیر میکنم، رو به راه که شد بعد میفروشیم. خوبه؟ الان هم میریم بازار واسه مریم کیف و کتاب مدرسه میخرم، تو هم واسه مادرت هرچی خواستی بخر. بخور. دو تا دفترچه چهل برگ میخواستم. بله. این چیه، خط کشه؟ بله خط کشه. خوش، یه دونه اینام بده. چند تا خودکارم بده. آبی قرمز؟ هم آبی بده هم قرمز. خودکار میخواد چیکار؟ بینی میره اول ابتدایی. اول ابتدایی خودکار نمیخواد که. بابا چی مینویسم؟ از این مداده بدیم، چهار تا سیاه، سه تا هم قرمز. تراش با کن واسه میخری؟ ببین چی لازم داره بگو خودت. دفتر نقاشی دوتا. خدمت. مداد رنگی هم از اون 36 تایش بده. بله. چنده اینه آقا؟ 2500. از اینم بده. اون دیگه برای چیه؟ جا مدادیه، مداداشو میذاره توش. خب میذاره تو کیفش، احتیاج نداره آقا، دستت درد نکنه. بگرد قشنگ ببین چی لازم داره همونو بگیر. قشنگ ببین نگاه کن تا من بیام.
یه دونه از اون میدیم. چقدر شد؟ قابل نداشت. 6500. دستش نقاشه یکی چند؟ 500. بفهم بذار کمکت کنم. یا بگی اینو ایگه باش. خداحافظ. خداحافظ. زندگی مثل دکمه های سیاه برای هر نصیب کرده شد. عجیبه این دوتا با هم میشن نواهی زندگی. خداحافظ. چیه دختر جون؟ اتاقت همین بغلیه؟ بیا ببینم. بیا بفرمایید. این بچه شماست؟ باشه اونا جمع جور کن. باشه بکنید.
زورش زیاده نباید دست رو زن بلند کنه. به تو میگم مرد، خجالت بکش. اگه غیرت داشته باشی نباید صدای زنتو غریبه بشنوه. دروغ میگم آجا؟ حقیقت میفرمان، درسته بابا جون. اون بچه بدبخت چه گناهی کرده؟ ها؟ به این شیلکان قسم من هر کاری از دستم برمیمارده باستش کرده. خیلی خوب، خیلی خوب، پشت دست زنتو بگیر، برو به زندگیت برس. دو شب هم از نزاشتم به خودم رو بخواب. خونه خاله هم بلکه یه پولی بگیرم ماشین راست و ریستش کنم ردش کنم بره. شکا اگه بذاری به یکی چی؟ لا اله الا الله. حاج خانم مادرتون چطوری؟ الحمدلله. دخترتون مریم چی؟ اونم بهتر. الحمدلله خدا را شکر. ما اونجا همش بیاد شماها بودیم. انشالله قسمت شما هم بشه. میشناسینش که؟ رضاست. پسر محمود. نه بابا، پسر محموده. ماشاءالله. هزار ماشاءالله. حسب سلامتی کار خیرت انجام دادی. خدا را شکر مریم برادردار شد، معصومه به یه سر سامون رسید. مبارک انشالله، مبارکه. اومدیم وانه تو بفروشیم، گفتم رضا رو بیارم یه دوری بزن.
رضا رضا بایتا کجا داری میری؟ باید حرف دارم. مگه پدر تو کشتن؟ چرا این کارا رو میکنی؟ اگه من نمیدونم، اگه من نمیفهمم، زورت به من رسیده. به امو غلام میگم، همه چو بهش میگم. غلام؟ غلام سگه کی باشه؟ بکردی من غلام میترسم. من با تو چیکار کردم؟ من خودم میدونم، همه چی هم میفهمم. چی هم میفهمی؟ چی هم میفهمی؟ میخواستم چیکار کنم؟ میخواستم با مادرت عروسی کنم. گناهه. میخواستم تو بشی پسر من. میخواستم مریم مادر داشته باشه. تو هم من بدی دیدی. چرا بیا بروی میکنی؟ نه خیلی این چیزا نیست. همه اینا باره وانته. تو وانه تو میخوای. اما غلام گفته بود به اون نمیاری. برا وانته، برا وانته. این هم بانت ببر بده همون غلامت. چی میدونی؟ میفهمی من تو زندگیم چقدر سختی کشیدم؟ چه روز دیباری بخونه رو بردی؟ چه روز دیباری بخونه رو بردی؟ برو 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 برو. همون بابا نداره این اولش فابریک فابریک 22 تا
تو دو روز بعد کار کنی پول در بیاری ماشین درست کنیم شهرش رو کم کنیم بیا. دارم میخواستم جا به جا کنم چند میگیری ببری؟ چی داری؟ یه یخچال و یک گاز و چند تا کارتونه میرم سمت مانیلیه چند میبری؟ مانیلیه؟ بله داداش 20 تومن 20 تومن؟ بگی گفتی ارزون در میبری؟ چقدر گفتی؟ 15 تومن بریم بریم آقا جم داداش خسته نباشی دستت هم درد نکن خواهی ببینم آلوار آزادی بدون آزادی آقا استودیوم استودیوم بچه ها برید بلو ای بابا بازی هم چیز نمو شده محمد بازی رفته آقا برو دیگه اینه بازی رو بردم تو بازی من از این قشنگتر بازی میکنم مواره‌ایه مواره برای تیمه آره برو دیگه آقا در دقیقه به آخرش برسی باشه تو قرار گرفته ایوان آره آلپاقو بده آلپاقو بیاد از تو پا فرمون مدعی هم هستی زده موتور داغو کرده ببخشیم بچه هست دیگه بچه هست یه نده پشت باشی خب حالا طوری نشده که موتور داغو شده صد دفعه بده گفتم پشت باشی نشی برو ببخشید آقا ببخشید بیا یا علی هیچی نشده آقا ببخشید بچه هست میرا کن زده موتور داغو کردیم که بچه هست بچه هست دیگه نفر یکی بچه هست ببخشید برو
بیا. به سلامت. اصلا موتورش چیزی نشده بود. به خودی دعوا رو انداختیم. آقا برن ببخش. باید حواسمو جمع می‌کردم. این هم پول آقا رضا. فردا گیرباکس رو تعمیر میکنیم. اصف شنگیری اینجا رو ببین. شیش نه چهار چهار هفت نه یک سلام آمو. امو وانت خراب بود ولی فردا میخواییم گیرباکسش رو تعمیر کنیم. امو فردا که تعمیرش کردیم میفروشیمش. ابراهیم همینجاست. سلام آمد خانم. فردا باید گیرباکسش رو تعمیر کنیم. اگه شاد که همین فردا میفروشیم. نمیخرن اینطوری. ما فون خواستم. چشم. سلام برسیم. خیلی میگه ماشین رو بفروشی. گفت با تو هم کار واجب داره. با من؟ چه میدونم؟ حتما فکر میکنه ما اینجا علافیم. آقا دست شما درد نکن. برو. به سلامت. ابراهیم چه؟ میگم وانتو که بفروشیم تو چی کار میکنی؟ یعنی میگم بعدش کارت چی میشه؟ بگی بخوام خدا بزرگ. نگاه به این میگم ماشین جون گرفت تا 10 سال دیگه ماشینه. الان میتونیم بفروشیمش. کجا بفروشیمش؟ یه جای خوب سراغ دارم. آدم مطمئن. Thank you.
ای پسر. کجا بودی؟ رفته بودم جای ماشین رو عوض کنم. پلیس داشت جریمه میکنه. چهار تومن خیلی خوبه. نگفتم اون موقع دو تومن میخریدم. هی بفروش بفروش اینا رو به غلام بگو. درسته یا نه؟ میخوام یه جای خوب ببرم ات صفا کنی. کجا؟ چطوره؟ خوشت میاد؟ حالا یه کبابی بخوری تا حالا تو عمرت نخوری. میدونی اولین بار با کی اومدم اینجا؟ با کی؟ 19 سال گذشت. بابا تنوز ازدواج نکرده بود، جوان بودی. اونجا یه ساختمونی هست میبینی؟ آره ما اونجا کار میکردیم. اونجا بود آه یا حالا بعدا نشونت میدم. ما اونجا هم کار میکردیم هم شبا میخوابیدیم. بعد از اونجا که اینجا رو میدیدیم اینجا شلوغ بود و پر نور. بعد یه شب محمود گفت بیایم اینجا، ما اومدیم همینجا. بعد محمود پشت بره یه نگاهی دور و بر بندازه، یه نفر ازش پرسید آقا غذای ما چی شد؟ بکرد کارگر اینجاست. بعد دوتایی رفتیم پیش صاحب رستوران گفتیم آقا ما دوتا برادریم، میخواییم واسیم اینجا کار کنیم، همه کارم میکنیم. خلاصه یه هفته ای کار کردیم. بعد سرکارگر اینجا مچ محمود و سر خوردن کباب گرفت. خلاصه انداختنمون بیرون. محمود خیلی زرنگ بود. برگشتیم سر ساختمون، رامون نداده. خدا بیامرز کلی دروغ گفت، به خرجشون نرم. گفتیم بابامون مریض بود، رفتیم و برگشتیم، بازم به خرجشون نرم. خاطراتی داشتیم با محمود. شبام مشتری ها که میرفتن، کارمون که تموم میشد همینجا میگرفتیم میخوابیدیم. زیر سقف همین آسمون نقشه ها میکشیدیم. کار میکنیم، پولامونو جمع میکنیم، زمین میخریم. توی این ترون خراب شده چه کارا که نکردیم. همه کار. خب چی کار میکردیم؟ هرچی بگیم. فال میفروختیم، گل میفروختیم، واکس میزدیم. یه بار محمود به کفش یکی که قهوه‌ای بود واکس سیاز هم فال دارم. میگم آیا فال بردار. فردا ایشالله زحمت کم میکنم. به سلامتی وانت رو فروختیم؟ صبح معامله میکنم، قبل از ظهرم اینجا میرم. ایشالله. صبح بمون اینجا، من میرم دفتر خونه معامله کنم، کار تموم کنم. باش. ولی به همقالم نگی من باد نیومدم ها. چرا؟ گفت حواستم باشه با کی معامله میکنی؟ چند میفروشی؟ فروش ماشین با سنده، همه چیزش معلومه. اگه دوست داری بیای بیا. نه کار دارم، باید برم چند تا چیز بخرم. بلدی بری؟ گم نشی؟
نزدیکه، بلدم. خیلی خوب. ببخشید اینو بدین. اینو؟ نه اون یکیشو. چرا؟ سبزشو بدین. بفرمایید. بس درد نکنه. چقدر شد؟ 5000. مرسی. آقای ابراهیم، من وسایل تو جمع کردم. پشت در بود. برگشتیم ها، اما غلام اصلا فکرشو نمی کنه وانه تو پخته باشه. بازم میریم تهران ایشالله.
کاش همه تابستون تهران کار کرده بودیم. خوبا ای کار میکردیم پول در میبردیم. بزرگ شدم میخوام یه وانت بگیرم، اون وقت میرم تهران کار میکنم. تو که نباید رو وانت کار کنی، باید درس بخونی یه کاری بشه. راننده وانت شد کار؟ منو که میبینی کار دیگه ای بلد نیست. تو ماشاءالله درس خونی. چی شد که وانتو خریدین؟ بعد فاطمه دست و دلم به هیچ کاری نمیرد. محمود گفت بیا رو این وانت کار، خدا رحمتش کنه. جعفر سلام. ابراهیم خوبی؟ تازه رسیدی؟ آره. وانه تو فروختی؟ صبح فروختم. ای ناقلا، تو هم رفته بودی تهرون رضا؟ آره با هم رفته بودی. آه پس اینجا نبودی. خب آقا مبارک انشالله. به سلامت. خداحافظ. رضا من میرم به مادرت بگو شب که حاج غلام اومد میام حسابا رو میکنم. پس ابراهیم یه دقیقه وایس کارت دارم. این واسه مریمه. دست درد نکنه. خداحافظ. Sarah Shepard.